روزی عیسی در مکانی دعا می کرد. چون فارغ شد، یکی از شاگردانش به او گفت: ای سرور ما، دعا کردن را به ما بیاموز، همان گونه که یحیی به شاگردانش آموخت. به ایشان گفت: هرگاه دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما عطا فرما، گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور. سپس به ایشان گفت: کیست از شما که دوستی داشته باشد و نیمه شب نزد وی برود و بگوید: ای دوست، سه عدد نان به من قرض بده، زیرا یکی از دوستانم از سفر رسیده و چیزی ندارم تا پیش او بگذارم. و او از درون خانه جواب دهد: زحمتم مده، در قفل است و فرزندانم با من در بسترند، نمی توانم از جای برخیزم و چیزی به تو بدهم. به شما می گویم، هرچند به خاطر دوستی برنخیزد و به او نان ندهد، به خاطر آبرو برخواهد خواست و هر آنچه نیاز دارد به او خواهد داد. پس به شما می گویم، بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست آورد، و هر که بجوید یابد، و هر که بکوبد در به رویش گشوده شود. کدام یک از شما پدران اگر پسرش از او ماهی بخواهد ماری به دو می‌بخشد؟ یا اگر تخم مرغ بخواهد عقربی به او عطا می‌کند؟ حال اگر شما با همه بدسیرتیتان می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد عطا خواهد فرمود. عیسی دیوی لال را از کسی بیرون می‌کرد. چون دیو بیرون رفت، مرد لال توانست سخن بگوید. و مردم در شگفت شدند. اما برخی گفتند: او دیوها را به یاری بئلزبول، رئیس دیوها، بیرون می کند. دیگران نیز به قصد آزمودن او خواستار آیتی آسمانی شدند. او افکار آنان را درک کرد و به ایشان گفت: هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود نابود خواهد شد، و هر خانه‌ای که بر ضد خود تجزیه شود فرو خواهد ریخت. اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود، چگونه حکومتش پا بر جا ماند؟ زیرا میگویید من دیوها را به یاری بئلزبول بیرون میرانم. اگر من به یاری بئلزبول دیوها را بیرون میرانم، شاگردان شما به یاری که آنها را بیرون میکنند؟ پس ایشان بر شما داوری خواهند کرد. اما اگر من به انگشت خدا دیوها را بیرون میرانم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است. هرگاه مردی نیرومند و مسلح از خانه خود پاسداری کند، اموالش در امان خواهد بود. اما چون کسی نیرومندتر از او بر وی یورش برد و چیره شود، سلاحی را که آن مرد بدان توکل دارد از او گرفته، غنیمت را تقسیم خواهد کرد. هر که با من نیست بر ضد من است، و هر که با من جمع نکند پراکنده سازد. هنگامی که روح پلید از کسی بیرون می آید، به مکانهای خشک و بایر می رود تا جایی برای استراحت بیابد. اما چون نمی یابد، با خود می گوید: به خانه ای که از آن آمدم باز می گردم. اما چون به آنجا می رسد و خانه را رفته و آراسته می بیند، می رود و هفت روح بدتر از خود نیز می آورد و همگی داخل می شوند و در آنجا سکونت می گزینند. در نتیجه سرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او می شود. هنگامی که عیسی این سخنان را می گفت، زنی از میان جمعیت به بانگ بلند گفت: خوشا به حال زنی که تو را زایید و به تو شیر داد. اما عیسی در پاسخ گفت: خوشا به حال آنان که کلام خدا را می شنوند و آن را به جای می آورند. چون بر شمار جمعیت افزوده می شد، عیسی گفت:
این نسل نسلیست بس شرارت پیشه، خواستار آیتی هستند، اما آیتی به ایشان داده نخواهد شد جز آیت یونس، زیرا همان گونه که یونس آیتی بود برای مردم نینوا، پسر انسان نیز برای این نسل آیتی خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با این نسل برخواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حالان که کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. مردم نینوا در روز داوری با این نسل برخواهند خواست و محکومشان خواهند کرد، زیرا آنها در اثر موعظه یونس توبه کردند و حالان که کسی بزرگتر از یونس اینجاست. هیچ کس چراغ را بر نمی افروزد تا آن را پنهان کند یا زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه چراغ را بر چراغدان می گذارند تا هر که داخل شود روشنایی را ببیند. چشم تو چراغ بدن توست. اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود، اما اگر چشمت فاسد باشد تمام وجودت را تاریکی فرا خواهد گرفت. پس به هوش باش، مبادا نوری که در توست تاریکی باشد، چه اگر تمام وجودت روشن باشد و هیچ جزئی از آن تاریک نباشد، آنگاه همچون زمانی که نور چراغ بر تو میتابد به تمامی در روشنایی خواهی بود. چون عیسی سخنان خود را به پایان رسانید، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خانه او رفت و بنشست. اما فریسی چون دید که عیسی دستهایش را پیش از غذا نشست، تعجب کرد. آنگاه خداوند خطاب به او گفت: شما فریسیان بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، اما از درون آکنده از طمع و خباست هستید. ای نادانان، آیا آن که بیرون را آفرید درون را نیز نیافرید؟ پس از آنچه در درون است صدقه دهید تا همه چیز برایتان پاک باشد. وای بر شمای فریسیان، شما از نعناع و سداب و هر گونه سبزی ده یک می دهید، اما عدالت را نادیده می گیرید و از محبت خدا غافلید. اینها را می بایست به جای می آوردید و آنها را نیز فراموش نمی کردید. وای بر شما ای فریسیان، زیرا دوست دارید در بهترین جای کنیسه ها بنشینید و مردم در کوچه و بازار شما را سلام گویند. وای بر شما، زیرا همچون گورهای ناپیدایید که مردم ندانسته بر آنها راه می روند. یکی از فقیهان در پاسخ گفت: استاد، تو با این سخنان به ما نیز اهانت می کنی. عیسی فرمود: وای بر شما نیز ای فقیهان، که بارهایی توان فرسا بر دوش مردم می نهید، اما خود حاضر نیستید حتی انگشتی برای کمک بجنبانید. وای بر شما که برای پیامبرانی که به دست پدرانتان کشته شدند مقبره می‌سازید. به راستی که این گونه بر کارانها مهر تایید می‌زنید. آنها پیامبران را کشتند و شما آرامگاهشان را می‌سازید. از این رو حکمت خدا می فرماید که من برای آنها پیامبران و رسولان خواهم فرستاد، اما بعضی را خواهند کشت و بعضی را آزار خواهند رسانید. پس خون همه پیامبرانی که خونشان از آغاز جهان تا کنون ریخته شده است برگردن این نسل خواهد بود، از خون هابیل تا خون زکریا که بین مذبح و محرابگاه کشته شد. آری به شما می گویم که این نسل برای این همه حساب پس خواهد داد. وای بر شما ای فقیهان، زیرا کلید معرفت را غصب کرده اید. خود داخل نمی شوید و داخل شوندگان را نیز مانع می گردید. چون عیسی بیرون رفت، علمای دین و فریسیان سخت با او به مخالفت برخاستند و با سوالات بسیار بر او تاختند و در کمین بودند تا در سخنی از زبانش وی را به دام اندازند.